شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که حکم عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب و محسن عمرانی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر در تاریخ 29 بهمن ماه در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر نقض و این افراد از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه شدند. رسانه‌های اسرائیل روز یکشنبه گزارش دادند که میانجی‌ها در حال پیشرفت برای رسیدن به توافق آتش‌بس چند هفته‌ای بین اسرائیل و حماس و آزادی ده‌ها گروگان در غزه و همچنین فلسطینی‌های زندانی توسط اسرائیل هستند. افزایش شاخص فلاکت در 25 استان ایران. رسانه‌های ایران از افزایش شاخص فلاکت طی یک سال گذشته در بیش از 25 استان ایران خبر دادند. در نامه رسمی که فرمانده پلیس طالبان در استان خست به رسانه‌ها ارسال کرده، آمده که دختران به بهانه برنامه‌های درسی با گردانندگان برنامه‌ها تماس‌های تلفنی نامشروع برقرار می‌کنند و هشدار داده شده در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها فراهم شود، مسئولان این رسانه‌ها بازداشت خواهند شد. سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک شنبه ششم اسفند از بازداشت دو عضو سپاه صحابی پاکستان در جزیره قشم خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا گفت که اکرم لاهوری و محمد ابرار معروف به ملا ابرار دو عضو گروه سپاه صحابه بازداشت شدند. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار جمهوری اسلامی از وجود محدودیت‌های فراوان آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه در بخش کارگران خبر داده است. تأخیر در پرداخت حقوق معلمان خرید خدمت 5 ماهه شد تا در آستانه سال جدید و در واکنش به انتقادات، معاون وزارت آموزش و پرورش وعده پرداخت 2 ماه از این 5 ماه را در آینده نزدیک بدهد. رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت جمهوری اسلامی در مورد افزایش 2% رشد حقوق کارمندان در مجلس در لایحه بودجه گفته است که اجرای این مسببه نیازمند سالانه 24 هزار میلیارد تومان بودجه است. پاکستان ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کشتن فرمانده جیش العدل را رد کرد. رسانه‌های ایران مدعی شده بودند که یک فرمانده جیش العدل در نتیجه عملیات پیچیده اطلاعاتی و نظامی نیروهای جمهوری اسلامی در پاکستان کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد که هواپیماهای اسرائیلی 2 عضو حزب الله لبنان را در حومه شهر قصیر هدف قرار دادند. این دیدبان اعلام کرد که این 2 عضو حزب الله در حمله اسرائیل به یک کامیون در حومه قصیر بودند. به گفته پژوهشگران، هنجره والها یا به اصطلاح متداول نهنگها طوری تکامل یافته که بتوانند آوازشان را چنان بلند سر دهند که از دل اقیانوس عبور کند و فرسنگها آن سوتر شنیده شود.